بسیار بسیار خب، با عرض سلام مجدد خدمت دوستان، ما آغاز میکنیم داستان خواندن غزلیات سعدی رو با غزل شماره 51. خب میفرماید که برخیز تا طریق تکلف رها کنیم، دکان معرفت به دو جو بربها کنید. گر دیگران نگار قباپوش بگذرد، ما نیز جامهای تصوف قبا کنید. 70 زلت از نظر خلق در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنید. آن کو به غیر سابق چندین نواخت کرد، ممکن بود که عفو کند گر خطا کنید. سعدی، وفا نمی کند ایام سست مهر، این 5 روز عمر بیا تا وفا کنید. خب ببینید که در غزل در واقع باز هم راجع به نصیحت و به اصطلاح آگاهی از وضعیت زندگی در این جهان صحبت میکنه و اینکه چقدر خوبه که ما رو راست باشیم، تکلف نداشته باشیم، واقعا ذاتمون هرچی کس همون رو به اصطلاح نشان بدیم و از تظاهر بپرهیزیم. برخیز تا طریق تکلف رها کنیم، دکان معرفت به دو جو بربها کنیم. این دکان معرفت یعنی معروف بودن و به اصطلاح خود فروشی کردن، خود بزرگ نمایش دادن. میگه این دو جو بیشتر بها نداره، خوبه که ما طریق تکلف رو کنار بذاریم و اون چی که در قلب و ذات ما هست همون رو بیان کنیم. گر دیگران نگار قباپوش بگذرد، ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم. نگار قباپوش، حالا شاید منظور از معشوق باشه، شاید منظور از پیر دیر باشه. نگار یعنی زیبارو، قباپوش هم کسی که به اصطلاح خرقه برتن کرده دیگه، میتونه اصلا پیر باشه، میتونه به اصطلاح پیامبر باشه، یا به اصطلاح اون مظاهر معرفت. میگه اگه او از کنار ما بگذره، ما هم جامعه های تصوف رو قبا میکنیم، ما هم به دنبال او حرکت میکنیم. 70 زلت، این با زلت فرق میکنه، به اصطلاح زلت یعنی لغزش. 70 زلت از نظر خلق در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم. این از اون به اصطلاح ابیاتی هستیش که حافظ عاشق این نوع به اصطلاح ابیات و به نظر من الهام میگیره از سعدی که اونقدر راجع به روی و ریا و تظاهر و اینا به اصطلاح حساسیت نشونده. میگه اگه ما در به اصطلاح پنهان 100 تا گناه بکنیم، بهتر از این هستیش که ظاهرن با تکلف چگاه کنیم، از روی و ریا طاعت خودمون نشون بدیم، بریم تظاهر کنیم تو صف اول نماز جماعت وایسیم، اما رباخار هم در این حال مثلا باشیم. این چیزیه که افرادی مثل سعدی و حافظ رو به شدت رنج میداده. آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد، ممکن بود که عفو کند گر خطا کنه. این بیشتر برمیگرده به اون عفو به اصطلاح باری تعالی. میگه او خداوند مهربانی که بدون سابقه، بدون اینکه ما سابقه کار خیری داشته باشیم، به ما به اصطلاح محبت کرد. یعنی ما رو آفرید و بسیار نعمت ها به ما داد بدون اینکه ما کار خوبی انجام داده بوده باشیم. در واقع ما وامدار محبت خداوند هستیم که الان زنده هستیم. یکی صحبت میکرد، میگفتش که قدر زنده بودن خودتون رو بدونید، زیرا که وقتی که اسپرم ها رها میشن و به سوی اوول حرکت میکنن برای اینکه جفت بشن و بچه مثلا به وجود میاد، از میون ایشون میگفت 100 میلیون یا 300 میلیون اوول یکیش هستش که به 300 میلیون اسپرم یه دونش هست که به اوول میرسه و لقاح رو صورت میده. بنابراین شما 1% میلیون مثلا شانس بوده یه نفر به وجود بیاد، حالا شما شدید. خیلی بر قدر این
بسیار چیز رو بدونی محبت بزرگ است. میگه آن کو به غیر سابقه چندین نواخگر ممکن بود که عفو کند گر خطا کنه. اون بدون اینکه ما کاری کرده باشیم یا همچون محبتی رو به ما کرده، انتظار میشه داشت که حالا اگر خطایی هم بکنیم بازم اثر محبت و غفرانیت خداوند ما رو ببخشه. بعد میگه سعدی وفا نمی کند ایام سست مهر، این پنج روز اون بیا تا وفا کنه. میگه این دنیا خیلی سست مهره، یعنی محبتش خیلی ناپایداره، وفادار نیست. حالا که دنیا وفادار نیست، حداقل بیا ما که تو این دنیا داریم زندگی میکنیم در این دوران کوتاهی که از عمرمون هست با هم دیگه محبت داشته باشیم و با هم دیگه وفادار باشیم. خیلی غزل انصافا زیبا و رند و به قول معروف قابل درک و بدون حاشیه. خب اینجا راجع به مقام درویشان و انسانهای صالح صحبت میشه، خیلی جالبه. میگه خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان، بنه گر همتی داری سری در پای درویشان. گرد آینه‌ای باید که نور حق در او بینی، نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. قبا بر قد سلطانان چنین زیبا نمی آید که این خلقان گردآلود را بالای درویشان. خلقان یعنی لباس کهنه، خب خلقان. به مأوا سر فرو دارند درویشان، معاذ الله وگر خود جنت المأوا بود مأوای درویشان. مأوا یعنی پناهگاه، در واقع محلی که انسان در اونجا احساس امنیت میکنه. وگر خواهند درویشان ملک را سنعان، باشد که ملک پادشاهان را کند یغمای درویشان. اگر از یک نیمه زور آرست سباه مشرق و مغرب، ز دیگر نیمه بس باشد تن تنهای درویشان. میبینید چه مقامی برای درویشان قائل میشه. میگه اگر از یک طرف کل سپاه مغرب و مشرق حرکت بکنن، فقط یک درویش یک طرف باشه، در مقابل اون سپاه ایستادگی میکنه و این اون عظمت روحی اون به اصطلاح سالک رو میخواد به بیان برسه. بسیار زیبا بیان میکنه. بعد میگه کسی آزار درویشان تواند جز لا والله، که گر خود زهر بیشارت بود حلوای درویشان. تو زر داری و زن داری و سیب و سود و سرمایه، کجا با این همه شغلت بود پروای درویشان. اون تعلقات انسانی رو چقدر زیبا پشترم ردیف بود. تو زر داری و زن داری و سیب و سود و سرمایه، همه اینا رو خیلی قشنگ ردیف با هم میاره، کجا با این همه شغلت بود پروای درویشان. تو نمیتونی با درویشان مواجه بشی با این همه درگیری های مادی که داری. بعد میگه چرا نمیتونی با اونا به اصطلاح پروا داشته باشی، با اونا برخورد داشته باشی یا مانند اونها باشی به بیانی؟ زیرا که حق بینند. چرا که درویشان که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشد هر آن معنی که آید در دل دانایی درویشان. درست در مقابل زر و زن و سیم و سود و سرمایه چی؟ حق دیدن و حق گفتن و حق جستن و حق بودنه. میگه اونا درست نقطه مقابل اون ویژگی ها رو درویشان دارن. بنابراین هر چیزی که در قلب درویشان میگذره از این چهار پنج تا خارجی است، همش در حول محور حقه که داره میگذره. بعد میگه دو عالم چیست تا در چشم اینان قیمتی دارد، دویی هرگز نباشد در دل یکتای درویشان. خیلی جالبه. دو عالم یکی عالم به قول معروف دنیایی یا دنیاست، یکم عالم الوی یا به اصطلاح جهان آخرت دیگه. میگه اتفاقا این دوتایی، هم دنیای به اصطلاح دون مادی و هم دنیای ماورایی، هر دوش هم در برای درویشان حائز اهمیت نیست. چرا که اونها یک دل یکتا دارن و اون این هستش که اونها دنبال فقط خود خدا هستن، اصلا دنبال بهشت هم نیستن. اگه یادتون باشه جلسه گذشته میگه که
سعدی گفت، گفتش که حوریا رو واسه ما آرایش نکنید که فکر کنیم ما میخوایم بیایم تو بهشت بریم دنبال حوریا. ما اصلا دنبال اون بهشت هم نیستیم، ما خود خدا رو فقط میخوایم، میدونی؟ ما فقط اون رو میخوایم، ما دنبال بهشتش هم تازه نیست. خیلی جالبه دوستان. بعد میگه سرای و سیم و زر در باز و عقل و جان و دل سعدی. یه بار دیگه، سرای و سیم و زر در باز و عقل و جان و دل سعدی. حریف است، حریف این است اگر داری سر سودای در میشد. حالا دقت کنید، یه جا راجع به زر و زن و سیم و سود و سرمایه گفت، یه جا در مورد سالکان گفتش که حق بو هستن و حق جو هستن و چنین چنین فلان، همینا رو میگه. حالا جمع هر دو اینا رو با هم میاره، میگه سرای و یعنی خونه و سیم و زر و درباز به اضافه چی؟ عقل و جان و دل. میگه همه اون مادیات و معنویات رو هم تیکت ولش کن، تا کجا بشی؟ حریف این است اگر داری سر سودای در میشد. اگر میخوای که مانند درویشان باشی، حتی عقل و جان و دلت هم باید کنار بذاری، منهای سیم و زر و زن و چه و فلان و بسیار سود سرمایه هر که کنار بذاری. یعنی حتی دیگه وادی درویشان وادی تعقل هم نیست، وادی عشق، وادی دیوانگی است. به قول مولانا میگه با سر ماه شد نوبت دیوانگی است. مولانا میگه دیگه شعرشو یکی دو جلسه قبل میگه، با سر ماه شد نوبت دیوانگی است، من دیوانه میشم و در وادی عشق حرکت. خیلی خیلی شعرهای قشنگی. خب اما میام سریع غزل شماره 53. حالا راجع به عشق بازی صحبت میکنه. میگه عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن، با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن. میبینید خیلی شعر واضحه، نیازی نداره من بخوام ترجمه کنم یا مثلا تفسیر کنم، خیلی واضحه. عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن، با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن. اگه سر داشته باشی در کوی دلبر چی؟ نمیتونی عشق بازی کنی. یعنی چی؟ یعنی باید فنا بشی تا عشق بازی بکنی، یعنی نباشی، تو وجود نداشته باشی، محو در معشوق بشی. خب آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن، توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن. اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار، بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن. پاک بازان طریقت را صفت دانی که چیست؟ بر بساط نرد در اول ندب جان باختن. زاهدی بر باد، زاهدی بر باد علا مال و منصب دادن است، یا زاهدی بر باد علا یا الا زاهدی بر باد الا مال و منصب دادن است. عاشقی در ششتر لا کفر و ایمان باختن. بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق، هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن. سعدیا شطرنج ره مردان خلوت باختن. یه بار دیگه، سعدیا شطرنج ره مردان خلوت باختن، رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن. خب یه بار اینو باز دو مرتبه بخونیم ببینیم چی گفت. بیت اولش که خیلی واضحه، میگه آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن، توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن. میگه من تا یه دوره‌ای عشق بازیمو در خلوت انجام میدادم، یعنی سعی میکردم که رسوا نشم در این عشق بازی، کسی ندونه که من به اصطلاح عاشق هستم. اما حالا دیگه توبه کار شدم و عشق خودم رو پیدا میکنم، میگم که من عاشقم، من دیوانم، من دنبال یک مسیر دیگه مسیری دارم حرکت میکنم، برای من مهم نیست که مردم راجع به من چه قضاوتی. بعد میگه هست در میدان رسوایی جهانم مردان، دیگه من مدام خودم رو رسوا دارم میکنم دیگه، مثل داستان کی بود؟ داستان مولانا و شمس دیگه، که شمس برگشت گفتش که تو باید اعلان بکنی
عشق خودتو باید به مردم اعلام بکنی، از اون حجاب یک مرد زاهد عابد باید بیای بیرون و عاشقانه عمل کنی. تو بازار شروع کرده به رقصیدن، طرف شروع کرده رقص و سماع کردن، یعنی کوس رسوایی یه شیخ رو زدن دیگه. میگه که اسب در میدان و رسوایی جهانم مرد با، بیش از این در خانه نتوان گوی چوگان باختن. عشق بازی کردن مانند با اسب گوی چوگان بازی کردن، چون میدونید که گوی چوگان با اسب یک میدان بسیار فریخ فراخی رو میخواد که شما با اسب مثلا میری چوگان میزنی فلان. میگه توی خونه و در جای کوچک که نمیشه چوگان بازی کرد و این حرفا، باید آزاد کنی خودتو و در جهان هستی به اصطلاح خودتو اوپن بکنی. پاک بازان طریقت را صفت دانی که چیست، در بساط نرد درد اول ندب جان باختن. میگه که پاک بازان طریقت یه صفتی داره و اون این هستش که در نرد به اصطلاح نرد، یعنی تخت نرد بازی کردن. میگه در این بازی تخت نرد عشق اول چیزی که میبازن جانشونه که میبازن، یعنی چی؟ یعنی خودشون رو فنا میبینن در بازی عشق، در نرد عشق بازی کردن. بعد میگه زاهدی برباد الا مال و منصب دادن است، عاشقی در ششدر لا کفر و ایمان باختن. میگه که آدم های زاهد خب خیلی که بخوان مثلا فداکاری کنن در وادی زهدشون، این که مال از مال و منصب خودشون رو خب جدا بکنن، مثلا خیلی آدم زاهدی باشه نخواد دنبال پول و مال و مقام حرفا بره، اما عاشقی در شش در لا، لا یعنی فنا نابودی، کفر و ایمان باختن. ولی عاشق کفر و ایمانش رو اساسا میبازه، یعنی تمام هستی و وجودش رو میبازه، نه فقط جاه و مقام و پولش رو کنار بذاره. خیلی جالبه این تفوق عاشقی بر زاهدی رو داره به زیبایی بیان. خب بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق، هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن. اولا یادتون باشه تمثیلی که به کار برده میشه فوق‌العاده زیباست. جام شریعت، دقت کنید، دین و شریعت مانند یک جام بلور است، بسیار چی شکننده است. تو میتونی خیلی سریع ایمانت از دست بدی، مثلا در وادی کفر قرار بگیری. خب دیگه برکفی جام شریعت برکفی سندان عشق، این طرف یک سندان، سندان آهن دیگه که آهن رو روش میزنن و میکوبن دیگه، یعنی اینقدر این سندان عشق و جام شریعت متضاد هم هستن که به راحتی این جام شریعت میتونه در مقابل سندان عشق چی بشه؟ شکسته بشه و نابود بشه دیگه، درست شد؟ دیگه برکفی جام شریعت برکفی سندان عشق، هر هوسناکی نداند جام و سندان باخته. هر کسی که هوس بکنه که در وادی عشق حرکت کنه که نمیتونه همچین کاری بکنه، که شریعت خودش رو مثل که مندشی است در مقابل آهن عشق قرار بده، خیلی سریع میشکنه و از بین میره. مولانا چی میگه؟ میگه یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. این همینه دیگه، یک دست جام باده و یک دست هم زلف یار. اونم وقتی که مست میشه و با معشوق خودش داره عشق بازی میکنه، اینجوری داره عشق بازی میکنه. بعد میگه سعدیا شطرنج ره مردان خلوت باخته. شطرنج ره یعنی اون بازی پیچیده سیر و سلوکه، درسته؟ اونها که اهل خلوت بودن، اهل ریاضت کشیدن بودن، اهل مراقبه بودن، رو تماشا کن که نتوانی چو ایشان باختن. برو ببینشون، اونهایی که در وادی سیر و سلوک حرکت میکنن، ببین چجوری زندگی میکنن، در نهایت سکوت، در نهایت آرامش، بدون تظاهر، بدون اینکه اعلام بکنن که ما اصلا عابدی زاهدیم، ما مکاشفات داریم، نمیگن. اونایی که واقعا انسانهای متعالی سالک هستن اصلا تظاهر نمیکنن به چیزی، درش کردی؟ نمیگن. اگرم به یه اتفاقاتی هم براشون بوده به کسی نمیگن، چون نمیخوان اساسا کسی بدونه که اینا به چه مقاماتی رسیدن، درش کردی؟ خب
میگه بس برو نگاه کن از اونها یاد بگیر که چجوری در شطرنج مسیر باید حرکت بکنی و این شطرنج رو چگونه به اصطلاح جمع جور بکنی و در نهایت برنده این بازی. خب غزل بعدی میگه ای به باد هوس در افتاده، بادتن در سر است یا باده. ای به باد هوس در افتاده، بادتن در سر است یا باده. یک قدم برخلاف نفس بنه، در خیال خدای ننهاده. راه گم کرده از طریق صلاح، در بیابان قفلت افتاده. خود به یک بار از تو بستاند، چرخ انصاف های نهاده. رنج بردار رنج بردار دیو نفس مباش، در هوای بت ای پری زاده. دیدی این روزگار سفر نواز، چون گرفت از تو جان آزاده. چون تو آسوده ای چه میدانی که مرا نیست عیش آماده. ملک آزادیت چه ممکن نیست، شهربند حواس بکشاده. لاف مردی زنی یا زن باشی، همچه خونسا مباش نرماده. سعدیا تا که این رحیل زنی، محول از پیش نافرستاده. هر زمان چون پیار چند زنی، خنده در روی لعبت ساده. بس که واخیشتن بگویی راز، چون سراحی به عشق بیجاده. خب این با کی داره حرف میزنه سعدی؟ در درجه اول داره به مخاطب حرف میزنه، نه؟ تو گویی که با ما داره حرف میزنه. و خوب حرفاشو که میزنه به ما، آخرش خطاب به خودش میکنه، میگه سعدی اینجوری اونجوری. بعد میگه ببینیم چی میگه. ای به باد هوس در افتاده، بادتن در سر است یا باده. خیلی جالبه، بعضی ها سرمست شرابن، بعضی ها سرمست غرورن. دقت کردی چه عرض میکنه؟ خیلی جالب میگه، میگه بادتن در سر است یا باده. میگه باد تو سرته، سرمست غرور خودت شدی یا سرمست باده شدی؟ یک قدم برخلاف نفس بنه، در خیال خدای ننهاده. میگه یک قدم برخلاف نفست عمل کن، این منیتاتی کنار بذار تا در مسیر خدا قرار بگیری. راه گم کرده از طریق صلاح، در بیابان غفلت افتاده. تو مسیر صلاح گم کردی، افتادی تو بیابان غفلت. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود. ای وای از این بیابان و این راه بی‌نهایت. توجه کردی؟ میگه تو وقتی تو بیابان غفلت میفتی، هزار تا راه در مقابلته و مسیر تاریک، گم میشی. یه قدم در مسیر صلاح ای قرار بدی، اون وقت مسیر برای چی میشه؟ روشن و درسته. خود به یک بار از تو بستاند، چرخ انصاف های ناداده. میگه تو خیلی تو زندگیت بی انصافی ها کردی، 60 سال 70 سال از عمرت گذشت آقای چایچی، اینقدر دانشجو داشتی، 2000 تا شاگرد زیر دستت اومدن درس میدن، باهاشون با انصاف رفتار کردی، خوب بهشون درس گفتی، سر نمره دادن و سر نمیدونم برخوردهایی که باهاشون داشتی با مهربونی و محبت باهاشون برخورد کردی. از اون دانشجوی بند خدا که 4 تا سوال ازت کرد سخت بود، نتونستی جواب بدی درست حسابی، سر امتحان ازش انتقام گرفتی یا نه انصاف رو رعایت کردی، اون حقش هرچه قبول بهش دادی؟ دقت کن، این من فقط یه مثال خیلی ساده از خودم دارم میزنم. و حالا شما در نظر بگیر هزاران انصاف و بی‌انصافی که ما در زندگیامون با زنمون، بچه‌مون، نمیدونم خانواده‌مون، دوستمون، رفیقمون، همشهریمون، هم دینمون، هم اصلا هم کشوریمون و یا در جامعه انسانیت به طور کلی چقدر انصاف و بی‌انصافی می‌کنیم. مثالش اینه، میگه ببین هر چی بی‌انصافی کردی یه جا جهان هستی ازت میگیره، باید حساب کتاب میکنه. این جهان کوه هست فعل مارسه.
این جهان کور است، فعل ما ندا سوی ما آید، نداها را صدا. گر که آگه باشی و هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. درست کرد؟ این همینه. بعد میگه رنج بردار دیو نفس مباش در هوای بود ای پریزاده. میگه تو یک پریزاده است. اینجا پریزاده نمیدونی جن و پریه، یعنی تو مقام بالایی داری، انسان تو مقام بالایی داری. میگه که دنبال دیو نفست نباش، هرچی که دیو نفست به دیکتو میکنه عمل نکن. تو حیفه که در هوای به اصطلاح بت قرار بگیری. دیدی این روزگار سفل نواز، چون گرفت از تو جان آزاده. میبینی که این دنیا چجوری به اصطلاح جان تو از تو میگیره. یا یه زمانی جوون بودی و برای خود کیابیایی داشتی و میتازوندی، الان پیر و فرتوت میشی، یه نفر بعد دستتو بگیره از جات بتونی بلند بشی. یا اینکه ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، یا یهو میبینی که آقا دیشب با ما جلسه داشت، تو زوم بودیم نه فلان بودی صحبت میکرد، فردا آقا ایشون کارش تموم شد رفت بیکارش. ای بابا ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، تموم شد. به همین سادی حواست جمع کن. چون تو آسوده ای چه میدانی که ورانیست عیش آماده. میگه ببین تو خودت خیالت راحت، زندگیت مرفه، خونه داری، ماشین داری، خونم آرامش داری، فلان داری، چه میدونی که من بیچاره که هیچی ندارم در شهاد روزی هستم. یعنی به ما داره پشتار میده، مراقب باشید، فکر نکنید همه مثل شما، فکر نکنید اگه شما غذای گرم برات آماده است، منزل تخت و رخت خواب مناسب برات وجود داره، خیالت راحت از همه نظر، همه هم مثل تو هستن. نه، خیلی ها هستن که حسرت این رو داره که طرف پسرش، بچهش، نمیدونم خواهرش، برایش یه زنگ بهش بزنه، حالش رو فقط بپرسه. از صبح تا غروب نشسته گوشش به این تلفنه که یه وقت زنگ میکنه کسی گوشی رو بگیره بهش بگه سلام عمو جان، دایی جان، نمیدونم پدر جان، مادر جان، حالتون چطوره. واقعا واقعیت اینا رو باید واقعا حس کنیم، باید درک کنیم. بعد میگه که سعدیا، اینجا رو خیلی قشنگه، میگه لاف مردی مزن، لاف مردی زنی و زن باشی. چقدر این کلمه زنی و زن باشی مترادف هم اوورده، از نظر صنعت حالا کلامی فوق‌العاده زیباست. حالا بزرگوارانی که بخش ادبیات صاحب نظر هستن راجع به این قضیه صحبت میکنن. میگه لاف مردی زنی و زن باشی. تو لاف مردی میزنی اما مثل زنا هستی. منظور این زن بودن، نه اینا برداشت غلط نشه که حالا زن بودن ضد مردی، نه، اون ما چون مرد لاف مردی زدن رو به عنوان به اصطلاح کرامت و معرفت در نظر میگیم، چون معنی مجازی داره دیگه. و یعنی خیلی زنا هستن از مردا مردترن، خدا وکیلی کم هم نیستن. من دیدم، من تو زندگی خودم دیدم، خدا شاهده، زنایی دیدم که از 100 تا مرد مردتر بودن، از نظر معرفت، از نظر شجاعت، از نظر کرامت و بخشندگی، از نظر دستگیری کردن و فلان، خیلی مرد بودن، از خیلی مردها مردتر بودن تو زندگیشون. آدم باید درس بگیره ازشون. یه نمونه شو شاهنامه داره میگه گردآفرید، یه نمونه کوچولو شو گردآفرید. تمام ارتش بزرگان مردان خیلی گردن کلفت و پهلوانان آنچنانی توی دژ مثل حالا ترسوها ترسیده بودن، خودشون باخته بودن، یه دختر 18 ساله به اسم گردآفری بلند شد، رفت با سهراب جنگید و نجات داد مردم رو توی دژ، و اینا همشون نابود بودن، زن رفته بودن. یه زن، یه دونه نمیدش. حالا 100 تا از این زن رو توی شاهنامه اسم برده شده، یکیش مثلا گردآفری. منظور میخوام بگم اینا برداشته غلط نکنید که حالا سعدی اینو میگه. لاف مردی زنی یا زن باشی، همچه خونسا مباش نرماده. ببین خونسا یعنی آدمی که نه مرد نه زنه، ظاهرش احتمالا شبیه به مرد اما تمایلاتش و رفتاراش و ایناش زنون است. نرماده است، ملغمه ای از مرماده. بعد میگه که
سعدیا تا که این رحیل زنی محمل از پیش نافرستاده. میگه خودش به خودش خطاب میگه تو رحیل میزنی یعنی چی؟ یعنی میگه که کاروان حرکت کند، وان که رحیل زدن یعنی صدا کردن این که حرکت کنیم، کاروان حرکت کنه. بعد میگه ولی یادت باشه خودت از پیش محملی نفرستادی، یعنی چی؟ راجع به زندگی آخرت داره صحبت میگه، تو توشه‌ای برای زندگی آخرتت از پیش نفرستادی ولی بحث از مرگ میکنی. چون اینجا داشت میگفت دیگه این دنیا ناپایداره، یهو بانگی برآمد خواجه مرد، اینه داره دیگه. دیگه دیگه تو هی به مردم هشدار میدی، خودت بیچاره برای خودت چیزی نفرستادی، به فکر باش که یه چیزی برای حالا به عقیده من که سعدی خیلی فرستاده، خودش به صلاح تواضع میکنه این حرف رو میزنه، ولی واقعا ما ها ببینیم ما چه فرستادیم از پیش، این خیلی مهم. بعد میگه هر زمان چون پیاله چند زنی خنده در روی لعبت ساده. پیاله جام شرابه و انعکاس رخ ساقی یا معشوق در جام شراب خوب دیده میشه دیگه، بخصوص وقتی که شراب چون رنگش هم قرمزه بهتر تصویر توش دیده میشه تا آب که مثلا سفیده، کمتر کم رنگتر دیده میشه اونجا بهتر. میگه که هر زمان چون پیاله چند زنی خنده در روی لعبت ساده، بس که با خویشتن بگویی راست چون صراحی به اشک بیجاده. میگه که تو داری با خودت حرف میزنی سعدی، این صحبت هایی که میکنی در واقع سعدی داره نجوا با خودش میکنه، متا ما هم داریم میشنویم صحبت هاش دیگه، مانند صراحی که به اشک بیجاده به صلاح به قول معروف با هم دیگه عجین هست. خب این آخرین شعرم من بخونم از جناب سعدی و بعد دیگه بریم سراغ دوستان و استفاده کنیم از حضور دوستان. ببینیم چی میگه. میگه شبی در خرقه رنداسا گذر کردم به میخانه. این میخانه میخانه عشقه قاعدتا. میگه شبی در خرقه رنداسا گذر کردم به میخانه، ز عشرت میپرستان را منور بود کاشانه. پس داره یه قصه واسه ما میگه سعدی، درسته؟ یه خاطره ای داره واسه ما تعریف میکنه. اول شخص سعدیه، دوم شخص ما هستیم. شبی در خرقه رنداسا گذر کردم به میخانه، ز عشرت میپرستان را منور بود کاشانه، ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل، که تا قصر دماغ ایمان بود ز آواز بیگانه. این کلمه وثاق به معنی اتاقه، یه اتاق کوچیک یا وثاق. خب دماغ هم که یعنی عقل، هوش، فهم، دماغ، درک. چو ساقی در شراب آمد به نوشانوش در مجلس، به نافرزانگی گفتن که اول مرد فرزانه. به تندی گفتم آری من شراب از مجلسی خوردم، که مه پیرامون شمعش نیارد بود پروانه. دلی که از عالم وحدت سماع حق شنیدست او، به گوش همتش دیگر که یاید شعر و افسانه. دقت کنید خیلی شعر با پر محتوا سا، اگه دقت بکنیم به محتوا، حالا بعد با هم بیشتر صحبت بکنیم، یه نکات ظریفی توی شعر هست، حالا میرسیم. گمان بردن که تفلانند و وسپیری سخن گفتم، مرا پیری خراباتی جوابی داد مردانه، که نور علم الوی فراهر روزنی تابد، تو اندر سومش دیدی و ما در کنج میخانه. کسی که آمد در این خلوت به یک رنگی هویدا شد، کسی که آمد در این خلوت به یک رنگی هویدا شد، چه پیر عابد زاهد چه رند مست دیوانه. گشادم از درون جان در تحقیق سعدی را، چون در قفل گردون زد کلید صبح دندانه. خب شعر خیلی شعر قشنگیه انصافا، که از اون شعرهای
عرفانی و زیبای سعدی، این غزلی که از شعرهای بسیار قدیم. دو تا مطلب خیلی زیبا رو در کنار هم میاره، این که خودش نقش ایفا میکنه، در دو نقش بازی میکنه، یکی نقشی که به عنوان یه آدم زاهدی که رفته وارد میخانه شده، بعد اونجا با یه عده آدمایی آشنا شده، اونا به ایشون احترام گذاشتند و مثلا گفتن شراب اول به ایشون بدید، ایشون هم از اونجایی که آدم زاهدی بوده دیگه، اهل صومعه بوده، اهل ریاضت بوده، اهل فلان بوده، و این احترامی که اونا براش قائل میشن رو به خود میگیره و بعد شروع میکنه به این که اینها رو موعظه کنه. توجه کردی؟ شروع میکنه که اون پیر به صلاح اونجا وقتی که شروع میکنه موعظه کردن، یکی از اونایی که تو اون میخانه بوده یه حرفایی به سعدی میزنه که سعدی شرمنده میشه از اینکه احساس کرده بودی که مثلا اونا میخواد ارشاد بکنه. یه چیزی تو این مایه هاست شه. دقت کنید، میگه شبی در خرقه رنداسا گذر کردم به میخانه. میگه من مانند رندان، یعنی خودم رو به قیافه مثلا آدم های لاعبالی در آوردم، من زاهد، رفتم به میخانه ببینم تو میخانه چه خبره. زشتت میپرستان را منور بود کاشانه. اون میپرستانی که تو اون میخونه بودن داشتن صفا میکردن و مثلا فلان، کاشانه شون خیلی نورانی بود، داشتن برای خودشون بعض میداشتن و خوش میگذروندن با خوردن جام می، حالا از دید این آقای زاهد جام شراب، از دیدگاه خود اونها جام می عرفانی رو داشتن میل میگه. ولی این آقا که نمیدید که سعدی که متوجه این مسئله نبود، که میگه زخلوتگاه ربانی وساقی در سرای دل که تا قصر دماغ ایمن بود زاواز بیگانه. میگه اونا در اتاق دل این مجلس رو تشکیل داده بودن، در خلوتگاه قلبشون این عشرت کده رو برپا کرده بودن که مغزشون از آواز بیگانگان چی باشه؟ مسوم باشه. یعنی آدم های غیر وارد اون سیستم نشده بودن، اونا در یک اتاق مخصوصی بودن. اون اتاق چی؟ اتاق دل بود، اتاق قلبش. خیلی قشنگیشه، دقت کنید. بعد میگه چو ساقی در شراب آمد به نوش آنوش، در مجلس به نافرزانگی گفتن کول مرد فرزانه. این اول رفته بود اونجا قیافش حالا مثلا صالح و اینا نشون میداده، اونا گفتن که اول آقا اول شراب بدین دست آقا، مثلا احترام کردن به ما، گفتن اول مرد فرزانه، مرد فرزانه انسان آزاده با فهم با شعور بدید خدمت آقا. خب بعد میگه من به تندی گفتم آری، من شراب از مجلسی خوردم که مه پیرامون شمعش نیارد بود پروانه. من تو اون مجلس که بودم گفتم بله بله، منم پذیرفتم اون احترام اونا رو، گفتم بله بنده در یک مجلسی شرابی خوردم، منظورشون صومعه است، بنده در یک مجلس شرابی خوردم که در دور بر شمع اون مجلس پروانه جرأت نمی کرده نزدیک بشه، یعنی کسی اون مجلس وارد میشه دنبال شمع اونجا میخواست می سوخه بین میرم، یعنی من از یک جای بزرگ و با اهمیتی اومدم، از صومعه اومدم. مثلا دلی که از عالم وحدت، حالا دلی که از عالم وحدت سماع حق شنید است، او به گوش همتش دیگر که آید شعر و افسانه. ادامه میده میگه من در عالم وحدت سماع حق رو شنیدم، یعنی صدای خداوند رو در عالم، یعنی صدای وحدانیت خداوند بر قلب من نزول کرده است. خب دیگه این شعر و افسانه هایی که شما هم میخونید برای من اهمیتی نداره، یعنی اینا خیلی روبنایی سبک، من صدای وحدانیت، شعر وحدانیت خدا در قلبم وارد شد. بعد دیگه گمان بردم که طفلانند و بس پیری سخن گفتم، مرا پیری خراباتی جوابی داد مردانه. حالا من حالا فکر میکردم من خیلی آدم مهمیم، اینا یه مش آدم های حالا گمراه هستن فلان هستن، شروع کردم راجع به
شروع کردم مثلا به اینا معرفت بفروشم، علم بفروشم، دستور کاری بهشون بدم، هدایتی بکنم و به سلام مانند پیران و لیدرها و رهبرها حرفی بهشون بزنم، چیزی یاد بگیرن. میگه وقتی که من شروع کردم به حرف زدن، یکی از اون پیران خراباتی که تو اون مجلس بود به من یه جوابی داد. اونجاست که حالا تازه جناب سعدی به قول معروف مثلا دوزریش میفته. یه جواب مردانه ای به من داد. چی گفت؟ که نور عالم الوی فرا هر روزنی تابد، تو اندر صومعش دیدی و ما در کنج میخانه. اون پیرمرد خراباتی برگشت به من گفت جناب سعدی، بله شما یه چیزایی بهت رسیده، یه چیزایی درک کردی، نور خداوند بر همه جا میتابد، تو این نور رو در صومعه دیدی، ما در کنج میخانه همون نور رو درک کردیم. توجه کردی؟ تو متها ردای زهد و عبادت اینا بتن کردی و رفتی توی مسجد نشستی، اینو گرفتی، ما تظاهرم نکردیم و قیافمونم اصلا به عابد و زاهدم نمیخوره، در کنج میخانه بدون که هیچ تظاهری کن، کسی هم بدونه ما کی هستی و چی هستیم، اون نور رو در میخانه درک کردی. دقت کردی؟ کسی آمد در این خلوت، کسی که آمد در این خلوت به یک رنگی هویدا شد، چه پیری عابد زاهد، چه رند مست دیوانه. میگه کسانی که در خلوت ما میآیند، اون خلوت دل که اونا توش جمع شده بودن، میگه کسی که در این خلوت دل میاد و به یک رنگی وارد میشه، این ظاهر و باطنش آشکار میشه، چه پیر عابد زاهد باشه، چه مست رند مست دیوانه باشه، قلب ها در اینجا ظاهر میشه، به اصطلاح بواطن در اینجا ظاهر میشه وقتی که از جام معرفت عشق می نوشیم ما در این نحوه. گشادن از درون جان در تحقیق سعدی را، چون در قفل گردون زد کلید صبح دندانه. میگه که من تو اون محفل تا صبح اونجا بودم و در نزدیک صبح که به اصطلاح قفل گردون کلید صبح رو زد و در صبح رو مخواست باز کنه، نزدیکای سحر که شده بود، گشادن از درون جان در تحقیق سعدی را، میگه که از درون جان من حقیقت رو به من نشان دادن در اونجا. در واقع به بیانی سعدی داره یک کشف و شهود رو که براش اتفاق افتاده برای ما چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. خیلی زیبا در قالب یک قصه برای ما میگه، این اون سخنانی که حافظم گفتش که کندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، این دقیقا همونه. خیلی ممنونم، من استاپ شیر میکنم، برمیگردم خدمت دوستان بسیار عزیز و بزرگوارم که در جلسه حضور دارن. عرض سلام مجدد دارم خدمت بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، تشکر میکنم که تحمل کردید صحبتهای بنده رو. حالا میخوام خواهش کنم از جناب استاد علایی، جناب فرهنگ بزرگوار و سایر بزرگانی که در مجلس حضور دارن، اگر نکته ای از نظر ادبی در شعر وجود داشت که احتمال من بد خوندم، غلط خوندم یا درست تفسیر نکردم، و یا آرایه های صنعت شعری رو برای ما توضیح بدن که استفاده کنیم و لذت ببریم. در خدمت هست. عرض کنم بفهم. اگر اجازه بفرمایید. بفهمید جناب. راجع به گرد آفرید شما فرمودید. بله، عرض کردم. وقتی که سهراب پیروز میشه در جنگ، گردآفرید لباس جنگی میپوشه، موهاش زیر کلاهخود پنهان میکنه، میره جنگ سهراب. در این هنگام سرنیزه سهراب به کلاه گردآفرید میخوره، مو سرش معلوم میشه. شاهکار فردوسی نگاه کنید، در دو قسمت، یکی آرایه‌هاش، یکی برتری نژاد ایرانی.
گردآفرید وقتی مو سرش پراکنده میشه میبینه دیگه باید راه حلی پیدا بکنه. یه لبخندی به سهراب میزند. دقت کنید. چو رخسار بنمود سهراب را، چو رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشود عناب را، ز خوشاب بگشود عناب را. لبخند زدن. خوشاب ماده سفید رنگی استعاره برای دندان. عناب استعارت برای لب. یک لبخند زدن نگاه کنید فردوسی چه کرده. چو رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشود عناب را. میگه ای جوان چرا تو جنگ میکنی؟ بیا مهمان من باش. دردش میگه باشد. سهراب خوشحال میشه. گردآفرید در جلو میفته. راهنما سهراب پشت سر. وقتی گردآفرید میره داخل دژ، در دژ میبنده که ترکان ز ایران نیابند جفت. چطور؟ که ترکان ز ایران نیابند جفت. تعصب فردوسی نسبت به نژاد ایرانی، نژاد آریایی در اینجا کاملا معلوم بود. از لحاظ آرایه ادبی هم کاملا معلوم بود. اما در این شعر آخر سعدی یکی قفل گردون بود تشبیه شد. آسمان روزگار تشبیه کرد به قفل. کلید صبح تشبیه هست. صبح تشبیه کرد به کلیدی. کلید در قفل باز، قفل باز میکنه. صبح تاریکی شب از بین میبره. بین قفل و کلید مراعات نظیر یا تناسب هست. تشبیه و تناسب در این بیت کاملا دیده میشه. بله، عرض بنده همین. بسیار عالی. دستتون درد نکنه. بسیار عالی. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. بفهمید. خیلی ممنونم جناب استاد. جناب فرهنگ در خدمت هستیم. بفهمید خواهش میکنم. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب استاد علایی و بقیه عزیزانی که در زوم و روم تشریف دارن. بله مرسی. از شبت خدمتون خنکات زیاد بود که فرمودید و ما یادآوری کردید، فرمودید، آموختیم. ممنون از حضور شما و زحمتی که میکشید. یک جایی خواهش میکنم، یک جایی راجع به این مقایسه مرد و زن بود که گفته بود. البته گاهی در کلام سعدی این چیزا هست که نمیدونم این ضرورت اون دوره تاریخی بوده که زن و گاهی یک موجود یک مقدار ضعیفتر تصور میکردن، در حالی که من معتقدم که نقش زن در زندگی پررنگتر از مرده. برای یک سلول، کوچکترین سلول اجتماع، خانواده است و در ساختن اون خانواده نقش زن به مراتب پررنگتر و بیشتر و محکمتر از مرده. اینی که مرد رو به کار میبرن، اگر ما به فرهنگ لغت یعنی به دیکشنری مراجعه کنیم، بگیم من، وقتی معنیش رو بخوام بیاریم به دست بیاریم، می نویسه هم جنس مذکر انسان میشه، هم هیومن معنی میده، یعنی انسان. اون من به انگلیسی که بریم توی دیکشنری بگیم هیومن. و در اکثر جاها شعرهای بزرگ ما هم به نام، به عنوان انسان، به انسان آزاده این مرد رو به کار میبرن. و ما دیدیم که یک شیرزنی وقتی میخواه بگه این کار رو انجام میدم، میرم دنبال این کار تا به نتیجه برسه، میگه نامردم اگر نرم یا این کار رو نکنم، من یا مردانه میرم دنبال این کار. خود سعدی میفرماید که وقتی میگه که چیز مرد باید که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد، این یعنی انسان، یعنی اشاره به جنسیت خاصی نداره. یا
آقای فریدون مشیری، من یه شعر میخونم از ایشون و دیگه زیاد وقت نمیگیرم. میفرماید در پشت چهارچرخه فرسوده ای کسی خطی نوشته بود، من گشتم نبود تو دیگر نگرد نیست. این آیه ملال در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت، چشمم برای این همه سرگشتگی گریست. چون دوست در برابر خود می نشاندمش، تا عرصه بگوی و مگو می کشاندمش. در جستجوی آب حیاتی، در آرزوی عشق، در آرزوی رحم عدالت، دنبال عشق دوست در بیکران این ظلمت. ما نیز گشته ایم، وان شیخ با چراغ همی گشت، آیا تو نیز چون او انسانت آرزوست؟ گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان، ما را تمام لذت هستی ز جستجوست. پویندگی تمامی معنای زندگی است، هرگز نگرد نیست سزاوار مرد نیست. این مردی که اینجا میگه یعنی یک انسان دنیا، یک انسان مقاوم، یک انسان اشاره به جنسیت نداره. بله این بله این خیلی نکته جالبیه که حتی زنا من دیدم که از این کلمه استفاده می‌کنن که مرد و مردونه این کار رو انجام بده. دقیقاً اصلا چیز نداره این بحث به جنسیت. به هر حال خیلی ممنونم از توضیحات بسیار ارزنده‌ای که داشتید، تشکر میکنم. خب حالا موقع استفاده از حضور دوستان زومی و رومی مونه. من خانم شهرزاد رو میبینم شما اینجا، میخوام ازشون خواهش کنم شهرزاد خانم اگر تشریف دارید خودتون رو آن میوت بکنید، بشینید واسه ما یه شعر قشنگ بخونید. شهرزاد خانم تشریف دارید؟ بله بله اومدن، چقدر عالی. صداتون بس. آه مرسی. بله صدا باز کردم. بله صدا باز شد، خیلی قشنگ. برامون مدتیه که ما شما رو میس میکنیم، نداریم تو نمیبینم. حالا فرمودید اون دفعه به من که مریض حال بودید، ایشالا که رفع کسالت شده باشه و هرچه بهتر و بیشتر سلامتی حاصل شده باشه. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم به خصوص از مهر و محبت و زحمات شما و درود فراوان خدمت تمام دوستان، چه در روم چه در زوم. سروده کوتاهی است از شاعری معاصر به نام صغیر اصفهانی. دل نیست هر آن دل، دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد، بی روی دلارام دلارام ندارد. هر کار ز آغاز و انجام توان برد، عشق است، عشق است که آغاز وی انجام ندارد. یک خاصیت عشق همین است که عاشق هیچ آگهی از گردش ایام ندارد. گفتند به مجنون بنما خانه خود را، گفت آن خانه که دیوار و در و بام ندارد. افتاده به دام سر زلفش دل و گفتم، افتاده به دام سر زلفش دل و گفتم، این مرغ رهایی دگر از بام ندارد. پیغام بدان شوق فرستادم و اما ترسم که مرا گوش به پیغام ندارد. تنها نه صغیر است، تنها نه صغیر است هواداری به سالش، آن کو که به دل این طمع خام ندارد. سپاس گذارم. چقدر قشنگ، آفرین، عالی بود، عالی بود، واقعا زیبا، چقدر قشنگ. شاعرش کی بود فرمودید خانم؟ صغیر اصفهانی. صغیر اصفهانی که در آخرین بیت هم میگه تنها نه صغیر است. این با سینه یا با ساده؟ فکر میکنم با ساده. با ساده باید صغیر یعنی کوچک دیگه، کوچک میشه. ممنونم، مرسی، خیلی عالی بود. حالا نوبت
جناب استاد دکتر سهرابی عزیز و بزرگوار، ما در خدمتتون هستیم. بعد برامون شعر بخونید، دو سه تا هم بخونید از این شعر، غزلهای بسیار زیبای خودت. بفهمید، در خدمت هست. خواهش میکنم، لطف میکنه، من اشکال نداره، میخونم. ولی چطوره که از رومی ها ما هیچی نمیشنویم؟ فقط یک بار از آقای عارفی فقط زیاد شنیدیم، فقط یک بار. این رومی ها چیز میکنن، یه خود حجب و حیا میکنن، نمیان در معرض قرار بگیرن. ولی شما خودتون دیگه پشت دوربین که هستید دیگه کار آسان‌تر شده. ولی در خدمتتون هستم، حالا ازشون خواهش میکنیم که یه کاری هم بفرمایید. باشه باشه. سلام به حضار محترم. سلام. منم یه غزل براتون میخونم. بسیار. دل سپردیم به هر کس، دل ما را نشناخت، دید ما را به نگاهی و دریغا نشناخت. ناله ای بود و بیابانی و یک سایه دور، لیلی این عاشق صحرایی خود را نشناخت. بین ما کوه عظیمی است به اندازه قاف، مرز این فاصله را شهپر عنقا نشناخت. پاکی و عصمت و مردانگی یوسف را همه دیدند، ولی چشم زلیخا نشناخت. صدف و ماسه به مهمانی دریا رفتند، صدف سینه ما را دل دریا نشناخت. آی ای عشق، چه از دست تو یاغی نکشید، روز را جز شب و شب جز شب یلدا نشناخت. تمام، ممنون. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار. جناب سهرابی جان، چرا نشناخت؟ دید اهمیت نداشت که نشناخت، یا این قلب شما و اون روح لطیف شما خیلی پنهانه که کسی اساسا نمیتونه بشناسه؟ دلیلش چیه؟ غرورش پایین رو نگاه نمیکرد، فقط بالا رو میدید. غرور طرف مقابل نمیذاش که به دید شناخت داشته باشه، یا بله، دید بیننده داشته باشه. بسیار. و اینه، این روح لطیف شما برای ما کاملا قابل شناساییه. اینجوری نیست که کسی نشناسه، ما شما رو خیلی خوب میشناسیم. ولی حالا دیگه اون معشوق شما، خدا رحم کنه به شما که نشناخت شما رو. بله، بسیار عالی، دستتون درد نکنه، بسیار زیبا بود. خب ممنون. دیگه کس دیگه هست که بخواد برامون شعری، مطلبی، چیزی بگه؟ جناب استاد علایی، شما نکته‌ای دارید که بازم بفرمایید، یا من برم و به اصطلاح ادامه بدم اشعار رو؟ رشته کرام به جناب علی میسپارم، مطلب جدیدی ندارم. بسیار. خیلی سپاسگزارم. خب من از شهرزاد خانم میخوام خواهش بکنم که برامون یه شعرم بعدم بخونم، حالا تا من اشعار مولانا و حافظ رو بخونم، میخوام ازشون خواهش کنم که برای حسن ختام برنامه‌مون ایشون حتما یه شعری هم بعد از صحبت های بنده داشته باشن که استفاده کنیم، این با صدای گرم ایشون جلسه رو به پایان ببریم. خب من با اجازتون پس اسکرین شیر میکنم، میام اینجا. اینجا عرضم به خدمتتون که بله، میام سراغ جناب مولانای عزیز و بزرگوار خودم. خب غزل 1270 میفرماید که بله، نه این مال مولاناست، اشعار شمسه، از دیوان شمسه، مال مولانا. یک پیشنهادی خدمتتون، بذارید بعد از این که اینو خوندم صحبت بکنیم. باشه، پیشنهاد من چیه؟ این هست که با
حالا که الحمدلله به این فاجعه کرونا یه قدری ذهن مردم آرامش پیدا کرده. بله. و خدا رو شد ما شما رو داریم. و الان از ساعت دقیق 6:30 شما بدون وقفه با انرژی کامل و نیروی فوق‌العاده تمام این اشعار گرانبهای سعدی رو خواندید. حالا اگر قرار باشی که مجدداً مال حافظ رو هیچ وقت قاطی نکنیم با سعدی و دیگری و دیگری، اینها یک در یه مقامی هستن که قابل قیاس نیستن. و به علاوه انرژی شما، بیان شما برای بنده نوعی که اهل مطالعه هم و در منزل در هر فرصتی این اشعار و نصایح و طنزها و جراید روزنامه ها رو مطالعه می کنم، دلم می سوزه که شما اینقدر خودتون خسته می کنید. نه نه مسئله نیست، به سلیقه خودتون. بله، چون من می بینم هستم در بین مردم، یک تریبون آزاد بگذاری، کم کم همه به دوستان بگیم که الحمدلله این مجلس برقراره، تریبون آزاد بگذاری، این نکات حساس روزنامه، طنز یا انتقادهای مناسب با رضایت شما خوانده بشه، هم تنوع میشه در بین مردم بیشتر میان و هم این که شما آرامش بهتری پیدا میکنید. خیلی ممنونم از لطف شما، متشکرم از اینکه نسبت به من حسن نظر دارید. و بله چشم، من صحبت من اینه، این تصویر کامپیوتر آیا بزرگم میشه؟ از این بزرگتر دیگه نمیتونه بشه، این بزرگترین سایزیه که میتونیم داشته باشه. آقایی حق بودن که میامدن روزای دوشنبه انتصادی بله بله قرآن بله. ایشون مکرر محبت میکنن، تکس میفرستن بله، که من در دوشنبه به وسیله کامپیوتر مجلس دارم، شما نوعی هم حاضر. بله، من ناچار شدم که جواب تلفنی و حضوری رو دادم که من نوعی که مشغله داریم از وجود این کامپیوتر که مثل یک کیوسک روزنامه فروشیه بله دست اشاره میکنی، مطلب که میخوای میره جایی دیگه، میره جایی دیگه، اصلا به آدم باید بلد باشید که با کامپیوتر کار کنید. بله، کنترلش یکم سخت. بله، اصلا آدم خسته میشه. در حالی که آقای انتظاری شما زنده و سلامت، سعی کنید به یه مبلغ بیشتری بله، چه میان حضورم به دفتر بپردازم. بله، از حضور شما مستفید شیم. من نوعی که الان ما بعد این ما در منزله بله کرونا بازی هست، دوست نداریم که فرمایش عزیز شما رو به کامپیوتر بشنم دیگه. حالا فعلا مجبور هستیم که از این وضعیت استفاده کنیم. حالا بله چشم، حالا که ما این جلسه روم رو گذاشتیم که دوستانی که علاقمند هستن بیا. چشم، حتما. خب میفرماید که نمیدونم دوستان زومی شنیدن صحبت های سرکار خانوم، و پیشنهاد داشتن که این جلسات روممون رو یکی گسترده تر برگزار کنیم. میگه مستی امروز من نیست چو مستی دوش، می نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش، غرق شدم در شراب عقل مرا برد آب،
گفت خرد الوداع، باز نیایم به هوش. عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون، چون که ز سر رفت دیک، چون که زهد رفت جوش. این دل مجنون مست بند به در رید و جست، با سر مستان نپیچ هیچ مگو رو خموش. صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان، که از سوی هفتم فلک دوش شنیدم خروش. گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن، وی اسد آن سور را شاخ بگیر و بدوش. خون شده بین از نهیب شیر به پستان سور، خون شده بین از نهیب شیر به پستان سور. شیر فلک را نگر گشته زهیبت چو موش، گم کنه شیر تک چند گریزی چو سگ، جلوه کنه ماه رو چند کنی روی پوش. چشم گشا شش جهت شعشعه نور بین، گوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش. بشنو از جان سلام تا برهی از کلام، بنگر در نقش گر تا برهی از نقوش. یه بار دیگه، بشنو از جان سلام تا برهی از کلام، بنگر در نقشگر تا برهی از نقوش. گفتمش ای خواجه رو، هر چه شود گو بشو، صافم و آزاده نو، بنده دردی فروش. گفتمش ای خواجه رو، هر چه شود گو بشو، صافم و آزاده نو، بنده دردی فروش. ترس و امید تو هست حواله به عقل، ترس و امید تو را هست حواله به عقل، دانه و دام تو را هست شکاری وحوش. دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت، با من از اینها مگو کار توست بکوش. من خیلی خوب نتونستم شعر و آخرش رو بخونم، ببخشید، حالا دو مرتبه که میخونم اصلاح. ببینید، مولانا راجع به حالت خودش داره صحبت میکنه، حالا هوایی که درش قرار گرفته. میگه مستی امروز من نیست چون مستی دوش، می نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش. میگه مستی امروز من مثل مستی دیشب من نیست. اگه باورت نمیشه بیا از جام مستی من بنوش تو هم، تا بفهمی که من در چه حال هوایی هستم. یعنی بخواد بگی من خیلی به اصطلاح در حال هوای خاصی امروز قرار دارم. میگه غرق شدم در شراب، عقل مرا برد آب، گفت خرد الوداع، باز نیایم به هوش. میگه من در شراب عشق چی شدم؟ غرق شدم و عقل منو این شراب از بین برده. دیگه من عاقلانه حرف نمیزنم، عاقلانه صحبت نمی کنم، عاشقانه دارم صحبت میکنم. گفت خرد الوداع، باز نیایم به هوش. خرد من از من خداحافظی کرده و من در یک حالت بیهوشی دارم سخن میگویم. خب معلومه که به یه حالت خاصی از شعف رسیده، شعف و عشق. میگه عقل و خرد در جنون رفت دنیا برون، چون که زهد رفت دیک، چون زهد رفت جوش. میبینی؟ چون که زهد رفت دیک، چون زهد رفت جوش. میگه من، عقل و خرد من در جنون من از دنیا بیرون رفت. یعنی چی؟ یعنی من به یک حالتی رسیدم که دیگه عقل و خرد من کار نمی کنه، در حالت بیهوشی، در حالت بیهوشی و شعف از خود بی خودی قرار گرفتم. و چطور که بیهوش شده این وقت میتونه حالت خودشو بیان؟ بله، برای اینکه در دیگه وقتی که من از عقل بیخود میشم، ولی در وادی عشق به من الهام میشه. در اون حالت هستش که من دیگه سخن نمیگم، خداوند از زبان من سخن میگوید. میگه چون که زسر رفت دیگه، چون زهد رفت جوش. میگه دیگه وجود من به جوش اومده و عقل من دیدی که از
سماور وقتی میجوشه از بالا آب میرزه بیرون، میگه عقل من دیگه از کاسه سر من بیرون شده و عشق در وجود من داره میجوشه و این سخنان من از قلب و روح من سرچش میگه، نه از عقل و فکر من. خیلی جالبه، میگه این دل مجنون مست بند بدرید و جست، با سر مستان یا با سر مستان نپیچ هیچ مگو رو خموش، یا با سر مستان نپیچ هیچ مگو رو خموش. میگه این دل مجنون من برید به اصطلاح اون زنجیرهای خودش رو و بیرون جست، این دل من بیرون ریخته. میگه با سر مستان یا با سر مستان نپیچ، من سرمستم الان، با من حرف از منطق و حساب و کتاب با من نکن، خاموش باش و فقط گوش کن ببین من چی دارم میگم. خب بعد میگه صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان، کس روی هفتم فلک دوش شنیدم خروش. یه دم صبح بود این صحبت هایی که داره اتفاق، همه ببین هم حافظ هم سعدی هم مولانا همیشه سحرگاه هستش که به اون اوج عرفان خودشون میرسن انصافا. میگه صبحدم از روی نردبان، یعنی از آسمان دیگه، پاسبان از آسمان به من گفتش که از فلک هفتم، از آسمان هفتم یک خروشی به گوش من رسیده. چی بوده؟ اون خروش این بوده که گفت زحل زهره را زخمه آهسته زد، وی اسد آن سر را شاخ بگیر و بدوش. اینا زهره و زحل و اسد و سور، اینا همه اسامی بسیار ستارگان و صبر فلکی هستن دیگه. میگه سحرگاه اون پاسبان، اون سروش غیبی، اون فرشته آسمانی گفتش که یه صدایی از آسمان میومد و اون صدا این بود که ستاره زحل به ستاره زهره میگفتش که موزیک آرومتر بزن، چون زهره میگن مطرب فلکه دیگه، زحل هم که ستاره کیوان بهش میگن. میگه اون به زهره میگفتش که آرومتر موزیک بنواز، به اسد، اسد یعنی شیر، به ستاره اسد هم به، یا به صور فلکی اسد هم میگفتش که شاخ گاو بگیر بدوشش. صور هم یکی از صور دیگه فلکی اون هم یعنی در آسمان قوقایی بوده دیگه، یه همچین داستانی داره. بعد میگه خون شده بین، خون شده بین از نهیب شیر به پستان سور، شیر فلک را نگر گشته زهیبت چو موش. میگه که همچنین اون داشت میگفتش که این شیر در پستان اون گاو، همون به اصطلاح صور فلکی به اصطلاح گاو، میگه این شیر تو پستان اون تبدیل به خون شده. این داستان به اصطلاح به همریختگی اوصاف آسمانی داره میگه. و بعد میگه نگاه کن به این شیر فلک، همون اسد، که مثل موش از هیبت اون جبروت الهی مثل موش خودشو باخته و کوچک شده. بعد میگه گرب کنه شیر تک چند گریزی چو سگ، جلوه کنه ماه رو چند کنی روی پوش. اون به سر هیبت الهی داره میگه که به شیر، به صور فلکی اسد میگه که جوشش کن، حرکت کن، مثل سگا ترسو نباش، برو. به ما هم میگه که جلوه‌گری کن، خودتو نپوشون، چهره خودتو نپوشون، جلوه‌گری. همه اینایی که داره میگه ببین در اوهام دیگه، تصوراتی است که به اصطلاح مولانا داره از جهان هستی که چجور به هم ریخته. معلومه که در یک حالت کشف و شهود این حرفا رو داره میزنه. این حرفا یه حالت مالی خولیا داره، گوش می چرت و این حرفا حرفی آدم عاقل نیست. آقا این اونو گفت شیر فلک اونجوری شد، اون یکی اونجوری شد. بعد میگه که چش گشا و شش جهت شعشعه نور بین، گوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش. اینا رو اون به اصطلاح فرشته داره به، حالا خطاب به مولانا داره میگه، میگه که میگه چشاتو باز کن، نور الهی رو ببین که از شش جهت داره میتابه، تمام جهان اثر فرا گرفته. گوش تو باز کن و به آسمان گوش کن، ای کسی که چشم تو تبدیل به گوش شده است. یعنی چی؟ یعنی تو با چشمت داری میشنوی، به مولانا داره میگه. یعنی چی؟ یعنی میگه من دارم یک عوالمی رو میبینم که الهاماتی رو بر من وارد میکنه. یعنی چقدر زیبا بیان میکنه.
بشنو از جان سلام تا برهی از کلام، بنگر در نقش، بنگر در نقش گر تا برهی از نقوش. باز این حرفا رو اون فرشته داره به مولانا میزنه، میگه که بشنو از جان سلام تا برهی از کلام. میگه سلامی که جهان هستی داره به تو میکنه، بر قلبت داره سلام میکنه، بر وجودت داره سلام میکنه، این سلامو بشنو تا دیگه نیازی به کلام نباشد. یعنی چی؟ میگه تو به مقامی الان رسیدی که نیازی نیست که کسی باهات حرف بزنه، همینقدر که داری میبینی این تصویرها رو داری میشنوی پیام رو. بعد میگه که بگرد در نقشگر تا برهی از نقوش. تو به نقاش نگاه کن که دیگه دنبال نقش ها نباشی، درشگری به خود نقاش، یعنی جلوه الهی رو میبینی، به اون نگاه کن، دیگه به ظواهر دیگه نیازی نیست که نگاه کنی. گفتم شیخ خواجه رو هر چه شود گو بشو، صافم و آزاده نو بنده دردی فروش. میگه که به او، به اون خواجه، به اون فرشته گفتم که برو و هر چی میخواد بشه بذار بشه، من الان دیگه قلبم صاف و پاک شده و بنده نوعی شدم که دردی فروش هستم. دردی فروش یعنی چی؟ یعنی کسی که شراب فروشه، شراب میفروشه. یعنی میخواد بگه، مولانا میخواد بگه من الان با این کشف و شهودی که برام اتفاق افتاد، خود من الان دیگه شراب فروش عشق هستم. خود من جام به مردم میدم، شراب عشق به مردم میدم. یعنی چی؟ همه این حرفا رو داره میزنه که یعنی من شدم واسطه معرفت و خود من شراب عشق دارم به مردم سرو میکنم. بعد میگه ترس و امید تو راه هست خواجه، چشمم درسته، ترس و امید تو راه هست حواله به عقل، ترس و امید تو راه هست حواله به عقل، دانه و دام تو راه هست شکاری وحوش. یعنی در تخیلات به معراج، احسن، دقیقا در تخیلات خودش به کشف و شهود، به معراجی حالا به در حد خودش وارد شده، تخیلاتش در درون خودش دیده میشه. آفرین. پس اینا رو داره دقیقا میبینه در عالم رویای خودش، در کشف و شهود خودش داره و قابل بحث هم نیست. میگه که ترس و امید تو را هست حواله به عقل. میگه عقل تو به اصطلاح باعث ترس و امید تو میشه. چرا؟ وادی عقل واقعی حسابگریه دیگه، میگه اون به عقل برمیگرده. دانه و دام تو را هست شکاری وحوش. میگه دام و دام تو رو به اصطلاح باعث میشه که به اصطلاح وحوش در دام و دام تو بیفتن. یعنی چی؟ عرفا معتقد هستن که خودشون شکارچی هستند، به همین دلیل شمس هم میگه من شکارچی هم، میگه من شکارچی بودم به دنبال شکار میگشتم، حالا میگه من ماهیگیر بودم به دنبال ماهی میگشتم که شکارش بکنم، ولی یه نهنگی به دام من افتاد به نام مولانا. دقت کردی؟ یه نهنگ به دام من افتاد. و جالبه که حتی این کارلوس کاستانیدا که این عارف به اصطلاح آمریکایی هستش و حتی بقیه عرفا، خیلی هاشون میگن ما شکارچی هستیم. یعنی چی؟ یعنی میگردیم در بین مردم یه کسی رو که قلب آماده ای داره برای شنیدن حرف حق، او رو شکار میکنیم و حرف اون رو به او میزنیم و او هستش که حرف ما رو پخش میکنه در بین سایر مردم. این هم میگه دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت، با من از اینها مگو کار توستان، کار تو هستان بکوش. اینجا یه مداری ایهام داره، میگه دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت. اولا دردی به معنی شراب به قول معروف لو کوالیتیه، شرابی که توش لرد داره. میگه دردی درد او وقتی منو فرا گرفت، یعنی من مست به اصطلاح شراب وجود او شدم. با من از اینها مگو کار تو هستان بکوش. میگه من الان دیگه مست اون دردی عشق او شدم،
دیگه با من حرف نزنید، حرف مأموری نزنید، این کار شما هستش که برید حالا شما هم بکوشید که شما هم مست بشید. من استنباطم از این بیت اینه، یعنی حالا خطاب به ما داره مولانا تا اینجا داشت واسه ما توضیح میداد که چه حالتایی داشت و چیا دید و به چه پیامایی گرفت، حالا داره میگه که من مستم. اگه شما هم میخواین به سرا به من برسید مثل من مست بشید، برید کوشش کنید که شما هم از این شراب معرفت چیکار کنید، بنوشید تا حال روز من رو خوب درک بکنید که من در چه حالی هستم. این از این شعر از جناب مولانا. حالا میرم یه شعر قشنگم از جناب حافظ بخونم. دوستان دارن میبینن این به اصطلاح شعر حافظ رو دیگه، نه مولانا. حالا دیگه قرارمون این بوده که یه سری از سعدی بخونیم، یه سری از مولانا، یه سری از اب نداره، نه قشنگه چون همشون یه حرف میزن. حالا ببینید چی میگه حافظ. بله بله مجزا، شما دوست دارید که اینا هر کدوم یه جلسه مجزا داشته باشه که فقط مولانا. حالا بسیار خب بذار حالا فعلا امشب این شعر رو بخونیم تا بعد هم وقت بعد از جلسه با هم بحث کنیم. میگه حافظ میگه که واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این داستان به اصطلاح تظاهر و مکر و ریا و ظاهرسازی و اینا رو خیلی حافظ رو اذیت میکرده اون دوران خودش، فوق‌العاده است. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. این چقدر قشنگه، روز داوری و داور. این به سلام مراعات نظیر، اگر آقای استاد علایی توضیح بدن خیلی قشنگه. گویا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. یا رب این نو دولتان را باخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان، میدهند آبی که دلها را توانگر میکنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح بود، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کند. خیلی شعر روان، واضح، زیبا، پرمعنا و قشنگه. و می بینید که راجع به واعظان همون نماد متظاهران مذهبی خوبی صحبت میکنه، میگه اینا ظاهرا اینجوری هم ولی وقتی در خلوت میرن. البته اینا من بگم با انصافا و خدا وکیلی، همه واعظان اینجوری نیستند. من اینو به صراحت و شجاعانه خدمت شما عرض میکنم، شاید بعضیا خوششون بیاد، حالا از یه گروهی خوششون نمیاد، از مثلا حالا حکومت و فلان بیسار دلشون بخواد که این حرفو تعمیم بدن. نه، من میگم همچین چیزی نیست، من دفاع میکنم. نه، همه واعظان آن کار دیگر را خلوت نمی کنن. یه عدهشون می کنن، یه معدودی هم هستن که انصافا نمی کنن، واقعا همونی هستن که هستن. یه نکته، چون بالاخره آدم نباید پا روی حق بذاره، حالا یه عده خوششون بیاد از گفتن این حرف، حالا کردیت به من بخوام بدن بخوام ندن، نه همچین چیزی نیست. من واعظانی رو دیدم که انصافا آدم های متعالی هستن
و همون جلوهی که بر منبر میکنن در خلوت هم خدا وکیلی همون جوری هست. بله خب عده کثیری هم هستن که متاسفانه بله خیلی پدرسوختگی ها میکنن وقتی که از منبر میان. مشکلی دارن زدانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ خیلی جالبه آدمایی که میگن آقا توبه کنید خودشون کمتر توبه میکنن. این نکته خیلی ظریفیه. گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنن. روز داوری روز چیه؟ روز معاده. روز معاده اونجاست که داوری میشیم اعمال ما. دیگه که اینا راجع به معاد خیلی حرف میزنن اون آدم های متظاهر، اما خودشون باور ندارن. درچه کردی؟ خودشون باور ندارن و به خاطر همین به اصطلاح در کار داور دقل و تقلب میکنن. داور خداونده، خیال میکنن میتونن خدا را گول بزنن در حالی که چنین چیزی امکان پذیر نیست. بعد میگه یا رب این نودولتان را با آخر خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنند. ببینید نودولتان یعنی کسانی که تازه به دوران رسیدن. میگه بذار اینا بر خر خودشون سوار باشن، خدایا بذار اینها رو خر خودشون سوار باشن. برای چی؟ اینا کسانی هستن که به غلام، به نوکر داشتن و به سال غلام ترک داشتن و استر داشتن، یعنی اسب و الاغ و چه میدونم، حالا اون زمان اینا معیارهای ثروت بوده دیگه، قدرت و ثروت بوده دیگه. میگه اینا خیلی به این چیزا ناز میکنن، خیلی خب بذار آخر مراد خودشون سوار باشن، اونجایی که بر یقهشون گرفته بشه گرفته خواهد شد. بعد میگه حسن ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان میدهن آبی که دلها را توان کرد میکنن. میگه ای کسی که گدای خانقه هستی، یعنی در مثل صوفیان دیگه که در خانقه درویش هستن، میگه پاشو بیا برو تو دیر مغان. دیر مغان از دیدگاه حافظ اون میکده الهیست در خوده در واقع. میگه پاشو برو تو دیر مغان، اونجا یه آبی رو به آدم میدن، یعنی اون جام شرابی که مولانا داشت میگفت من از این جام شراب خوردم دیگه مستم، دیگه دنیا رو به گونه دیگه ای دارم میبینم. میگه اونجا یه جام شرابی به آدم میدن که دلهای انسانها توانگر میشه، نه خود انسانها ثروتمند بشن. چون که تو بیت قبلی میگفتش که اینا نو دولت هن. اینا به پول و مال رسیدن. الان ببینید دیگه تو هم امریکا هم تو ایران یه عده طبقه جدیدی از ثروتمندان وجود اومدن و چه ها میکنن دیگه. اینا بذار رو خر مرادشون سوار باشن، به موقعش بعد یقهشون گرفته میشه و پس خواهند هم تو این دنیا هم پس میدن. خیال نکنید که فقط مال اون دنیا هست، نه تو همین دنیا هم پس میدن، تو اون دنیا هم بدتر از اونشون پس خواهند. اینو میگه. بعد میگه که حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکند. حسن بی پایان، این دیگه خطاب به من و شماست، این کلام حافظ. میگه زیبایی بی حد او، او کیه؟ معشوقه. میگه زیبایی و جاذبه بی حد او بسیاری از عشاق خودشو میکشه، اما جالبه این که هر چقدر از این عشاق میمیرن یه گروه جدیدی بلند میشن و عاشق میشن، یعنی سیل عشاق او پایان نداره. از ابتدای عالم و آدم عشاق بودند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود، ولو این که میمیرن و از دو مرتبه افراد جدیدی عاشق میشن. بعد میگه بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح بود کندر آنجا تمینت آدم مخبر میکنند. خیلی قشنگی میشه این دیگه، اون شاه بیت این غزله. میگه بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح بود. ملک کیه؟ فرشتگان. میگه ای فرشته ها برید کنار میخانه عشق، اونجا تسبیح بگید. برای چی اونجا تسبیح بگید؟ برای اینکه اونجا دارن
طینت آدم یعنی گل آدم رو آدم دارن تولید میکنن با شراب عشق و معرفت، یعنی گلش با آب و خاک نیست، گلش از عشق و معرفت و ایناست که دارن انسان رو اونجا پرورش. چی میخواد بگه؟ که آدم ها مخمر ذاتشون عشقه، نهادشون از عشق تولید شده، فقط کافیه که اینو درک بکنن و اینو آشکار بکنن و بفهمنش. بله. اگر میخانه نباشد به کجا بود؟ احسن، دقیقا همین، همون میخانه. میگه صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل، گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. دقت کنید، باز به کلمه صبحدم و سحرگاه اشاره میکنه. یعنی چی؟ میگه که من این حرفایی که دارم میزنم، این شعری که دارم میگم، از همون شعرهایی است که از قلب مولانا داره بیرون میاد. مولانا میگفت دیگه، میگفت من از خود بی خودم، حرفایی که میزنم از عشق داره میجوشه، از قلب من داره میجوشه و بیرون میاد. اینم هم داره همون حرفو میزنه. میگه صبحدم از عرش یه خروشی میومد یا یه صدایی میومد، عقل به عقل گفتش که قدسیان دارن شعر حافظ از بر میکنن. یعنی چی؟ یعنی من صبحدم این شعرها رو گفتم، این کلام رو گفتم، قدسیان دارن این رو از حفظ میکنن، یعنی عالم بالا، یعنی فرشتگان. بنابراین حالا به زبان سادش میگه که من در صبحدم به این کشف و شهود رسیدم و اینها از زبان من داره چی میشه؟ بیان میشه و بیرون میاد، حالا هم به شما داره میرسه. خب من با اجازهتون دیگه ممنونم از اینکه توجه کردین. دقیقاً هم ساعت الان 8 و من ممنونم که، خیلی متشکرم از لطفتون که گوش کردید. در خدمت دوستان هستم که اگر نکته‌ای مطلبی هست بفرمایید، و بعدم از خانم شهرزاد خانم خواهش کنم اگر تشریف دارن برامون یه شعر قشنگ بخونن که حسن ختام برنامه باشه. توی روم یه سوال هست، بفرمایید. شما بزرگوارید، ممنونم. دوستانی که توی لطفه چی؟ قربان شما برم، مرسی. این دوستان رومی ما رو خجالت زده میکنن با صحبتشون. شما در کدوم شهر رومی رو برگزار میکنید؟ توی شهر ایرواین هستیم، نه اینجا ایرواین هست. درست در لبه مرز شهر ایرواین با میشن دیهو، در چه خوب خط مرز قرار گرفتیم تو ایرواین، ولی در تریتوری ایرواین هست. در خدمتون هستیم جناب سهراب. خب دوستان دیگه نکته ای مطلبی، جناب علایی بزرگوار، جناب فرهنگ، اگر مطلبی هست بفرمایید، و یعنی من از شهرزاد خانم خواهش کنم که یه شعر برام کن. جناب دکتر شفای عزیز، شما هم اگه نکته ای دارید بفرمایید، احتمالا بفرمایید، خواهش کنم خودتون آمیوت کنید. استاد علایی دیدم دست شما، بله، بفهمید، خواهش میکنم. داستان معروف موسی که خدا به موسی میگه برو بدترین گناهکارترین آدم پیدا با واسه من بیار. و به مختصر میگم که بعد آخر سر خودش یه گوشه میشینه کس کرده، میگه چی شد؟ میگه از خودم کثیف‌تر و بدتر و گناهکارتر پیدا نکردم. بله. این میگه واعظ زان که اون جلوه در منبر میکنن، اینا اگه واقعا عرفان داشتن یا به خداوند ادراک داشتن، حتی به خودشون نمیتونستن بیان به کسی بیان امر معروف بکنن، بگن آقا باید این کار بکنی اون کار بکن، چون پیش خودشون گفت که من از این گناهکار ترم، من چطوری بینم به اون بگم که بیانم این کار بکن اون کار بکن؟ بله. ساکر میشدن. به اون برد خوره. بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی، نکته ظریفی بود. آدم هایی که خودشون رو خالص و پاک نمی بینن معمولا کمتر به اصطلاح باید جرأت بکنن که دیگران رو اصلاح کنن یا سخنی برای اصلاح دیگران. این منو یاد اون داستان حضرت مسیح انداخت و اون ماجرای سنگسار کردن اون زنی که گناهکار بود. گفت اولین سنگ رو کسی بندازه که هیچ گناه نکرده، که همه شرمنده شدن و رفتن. بسیار نکته ظریف بود، مرسی. جناب علایی در خدمتتون هستم، اگه نکته ای هست.
من استدعای جناب دکتر شفا دارم. شعر یاغی با بیان خودشان اگر محبت بکنن بخوانن خیلی عالیه. این شعر در تمام کلاس های من موجب برتری شاگردان کلاس من بود. از این مدرسه میرفتم مدرسه دیگر همین شعر میخوندن. یاغی لبانم قنچه لبخند پژمرده است، خندم دلگیر و افسرده است. نه سرودی نه سروری نه هم‌آوازی نه شوری، زندگی گویی ز دنیا رخت بربسته است. خود جناب شفا اگر لطف کنه از این مدرسه راضی کرمانشاه خودش میدانه. میبردم دبیرستان محمد رضا شاگرد، میامد از اونجا با کزادی دبیرستان. تمام رو این شعر واقعا تمام بچه ها حفظشان بود و منم نمره خاصی به این شعر میدادم چون خیلی دوست داشتم. جناب علایی بزرگوار، آقای علایی، این آقای شفا هم شفا نیست، خیلی بزرگتر از این جناب شفا هستن، اینشون نیستن. آقای دکتر شفایی که اینجا ما در خدمتشون هستیم، ایشون روانشناس هستن و رئیس انجمن روانشناسان ایرانی مقیم آمریکا هستن. بله، در هر صورت خیلی ممنون، سپاسگزارم، ببخشن. حالا نه، حالا من بعد برم خودم این شعر یاغی رو پیدا کنم، بیام یاغی بیام یه نمره 10 از شما بگیرم. اختیار شما، نمره 20 بوده و هست و خواهد. آه علایه، این که به من تفریه این که به من تفریه مقام دادی خیلی از شما متشکرم. خب اجازه است من یه جمله با آقای علایی بگم. بفهمید امیر هوشنگ شفا آقای علایی قصریه، اهل قصره، پزشک قصر شیرین بود. بله نه آره دیگه هستش، الان در لس آنجلس زندگی میکنه. خب و آخه چطور ایشون رو گرفتی اگر پزشک قصر شیرین بود؟ آدم ایشون ایشون از رو اسم در هر صورت ارادت قلبی من در خدمت جان این شفا و اون شفا، هر دو شفا هستن. بله بله. شفا دهنده هستن واقعا. البته یه نظر با هم دیگه سنخیت دارن، این آقای دکتر شفای ما هم اینجا، ایشون هم روانکاو و روانشناسن، ایشون هم شفای روح میدن. بله بله. از دیدگاه علم روانپزشکی و روانشناسی آقای شفا، ایشون هم شفای روح میدن از طریق به اصطلاح چجوری بگم، شعر و عرفان و زیبایی و معنویت. حالا هر دو در یه وادی به هر حال سنخیت دارن، خیلی هم اصلا قریب نیست. لطف داری، انشالله خدا قسمت کنه من خدمتشون برسم و باشون آشنا بشم انشالله. ایشون در گاهی اوقات در انجمن سخن که آقای فرهنگ اونجا میدونن شرکت میکنه. بخشید. آفیت باشه. و اتفاقا دلش میخواد که در جایی مثل اینجا شعر یاغی را بخونه. آقای فرهنگ میتونه باش حرف بزنه. بله. و تلفنش هم که داره و اینجا دعوتش کنن که ایش بیان بخونه. بله بیان. جناب دکتر من تلفنشون رو ندارم، ایشون میان و دیگه به سختی شعر میخونن گاهی، بعد که دعوتش میکنن برای اینکه یه شعری بخونه، البته یکی دو بار خونده میگه نه دیگه نمیتونم بخونم، ولی به عنوان شنونده در اون انجمن اکثرا حاضر میشن. بسیار. مگر آقای فرهنگ لطف بکنن که کار بکنن بیان این محفل ما، محفل جناب چایچی، واقعا زحمت بکشه، این خیلی خیلی برای ما جالبه. چشم، من سعی خودم میکنم. خیلی ممنون. اگر بسیار عالیه، مرسی، خیلی ممنون از بزرگواری همه شما بزرگواران. من میخوام ببینم خانم شهرزاد خانم آمادگی دارید که برای اون یه شعر حسن ختام بخورید یا نه؟ با کمال میل دکتر چایچی و با سپاسی دوباره از شما. لطفه بفرمایید، در خدمتون هستیم که دیگه بعد خدا بزید. اندکی بلنده اگر اجازه بفرمایید. اشکال نداره، بفرمایید.
این خانه قشنگ است، این خانه قشنگ است، ولی خانه من نیست. این خاک چه زیباست، ولی خاک وطن نیست. آن دختر چشمابی گیسوی طلایی، تناز سیاه چشم، چون معشوقه من نیست. آن کشور نو، آن وطن دانش و صنعت، هرگز هرگز به دلنگیزی ایران کهن نیست. در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان، لطفی است که در کلگری و نیس و پکن نیست. در دامن بحر خزر و ساحل گیلان، موجی است که در ساحل دریای عدن نیست. در پیکر گلهای دلاویز شمیران، عطری است که در نافه آهوی ختن نیست. آوارم و خسته و سرگشته و حیران، آوارم و خسته و سرگشته و حیران، هر جا که روم هیچ کجا خانه من نیست. آوارگی و خانه بدوشی چه بلایی است، آوارگی و خانه بدوشی چه بلایی است، دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست. من بهره که خوانم غزلی سعدی و حافظ، در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست. هر کس که زند طعنه به ایرانی و ایران، بی شبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست. پاریس قشنگ است ولی نیست شو تهران، لندن به دلاویزی شیراز کهن نیست. هرچند که سرسبز بود دامنه آلپ، چون دامن البرز پر از چین و شکن نیست. این کوه بلند است ولی نیست دماوند، این کوه بلند است ولی نیست دماوند. این رود چه زیباست ولی رود تجن نیست. این شهر عظیم است ولی شهر غریب است. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. بسیار شعر ملی میهنی خیلی جالبی بود و خیلی خوبم خواندی. واقعا مطلب ادا کردی. به قول این فرنگی ها، you touch our heart. قلب ما رو برای اینکه همیشه بعد از 40 سال که اینجا هستم، واقعا اسم ایران میاد، نه به عنوان آدم نشنالیست در واژه، ولی واقعا تمام وجودم به ارتعاش در میاد. بله، بالاخره ما ریشه در اون خاک داریم. ذره ذره وجود، مولکول های بدن ما از اونجا نشأت گرفته و سرچشمه گرفته و هرگز نمیتونیم نسبت به اون سرزمین بی تفاوت باشیم و فراموش کنیم. و اصلا یکی از دلایل این که ما میایم میشینیم این جلسات رو برگزار میکنیم، این اشعار سعدی و حافظ و مولانا رو میخونیم و بحثای این چنینی میکنیم، این نشون دهنده اون عرق و عشق ماست به اون میهن دیگه و به اون فرهنگ و اون زادگاه. و من امیدوار هستم که حالا اساتید بزرگواری مثل جناب علایی، جناب سهرابی، جناب فرهنگ، جناب دکتر شفا و بسیاری بزرگان دیگر که در این وادی کار میکنند، خداوند اینا رو توفیق بده و ما همچنان اتصال خودمون رو با اصل و ریشه خودمون حفظ بکنیم. به هر حال من مجددا تشکر میکنم از همه دوستانی که در جلسه حضور داشتن، هم از رومیانی که تو اتاق هستن، هم از زومیانی که روی زوم هستن. و حالا دیگه به خدا میسپارمتون، ان شاءالله هفته آینده باز در خدمت دوستان خواهیم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. در پناه حق و خداوند بزرگوار باشید. خدا سپاسگزارم. شب خوش. تشکر. خدا نگهدار. تشکر. شب خوش. شب بخیر.